منظور ستاپ کردن در از آنلاین پراپرتی های خودت یا اون جایگاه های خودت رو در آنلاین میای و فکر میکنی که چه چیزهای اصلی رو از بدن اون حرفای قبلی که آماده کردی تو پلنهای اولی که نوشتی چیا رو میخوای توش به طور جدی حتما مد نظر داشته باشه. خب یکیش این است که من میخوام پروداکت ها و سرویس ها رو نمایش بدم و مسلماً با یه هزینه‌های کمتری، یعنی که اگر من یه کاتالوگ برم چاپ بکنم و بدم بیرون که مثلا یه دایره مصرفی داره که توزیع میشه تمام میشه میره، اینقدر هزینه میکنم براش و میام نگاه میکنم خب الان اگر روی وبسایتم و روی سوشال میدیا هام که مادام العمر اونجا هستن میام اینا رو تعریف میکنم، برای من از نظر هزینه که بسیار بهتره، ولی در کاست افکتره در کنار این داستان میام فکر میکنم که پس یکی از قدم های اولی هم چیه، اینکه معرفی پروداکت ها و سرویس ها من. در کنارش دارم به این فکر میکنم که این چقدر تأثیر میذاره در هزینه های تبلیغاتی من، در حضور آنلاین من اتوماتیک به من در هزینه های تبلیغاتی من داره کمک میکنه، یعنی اینا پوینت هاییست که دارم بهش فکر میکنم و در مسیری که میخوام حضور آنلاین داشته باشم از اینا بهره میبرم. میبینم وقتی که من دارم حضور آنلاین پیدا میکنم یکی از بهترین اتفاقات باحالی که افتاده این است که جغرافیام دیگه برام مهم نیست و دیگه الان به هر کسی در هر نقطه از این جهان وصل به اینترنت، میبینم که من دیگه پس یه جغرافیا از بین رفت و حالا نگاه دیگری رو بعد یه خورده با نگاه متفاوت تری میتونم به دنیای بازار خودم نگاه کنم، دیگه تا سر خیابون نیست، الان بسیار بزرگتر از سر خیابونه، برای اینکه کاری که دارم میکنم رو میتونم خیلی بزرگتر بهش نگاه بکنم، خیلی دایره بزرگتری رو میتونم حد نظرم قرار بدم. چیزی رو که دارم توی دایره کانتنت هم در نظر میگیرم میتونم محتواهایی رو تو این قرار بدم که یه عالم افراد دیگری این محتوا رو بیان و در دایره همون لغویش که میگفتیم word of mouth، اون زبان به زبان دهان به دهان رو ایجاد بکنه، یعنی میتونه اون کاری که من میکنم محتوایی که اونجا میذارم و خیلی راحت دیگران بیان این رو شیر کنن و در اختیار دیگران بذارن یا توزیع و پخش خودم رو در از پایین کار دارم راحت میکنم، یعنی دارم خیلی راحت کاری میکنم که هر کسی خواست اگر من رو در اختیار دیگران بذاره دیگران معرفی کنه در کسری از ثانیه با خیلی فاصله خیلی سریع و راحت بتونه من رو پخش بکنه. سیستم کاستومر سرویس هم رو با این کار دارم ایمپروو میکنم، خیلی پیشرفتش میکنم، خیلی جوندارش میکنم، خیلی اینتراکتیوش میکنم کاستومر سرویس خودم رو، علاوه بر این که طرف نیازی نیست که دیگه یه عالمه از سوالاشو بخواد با زنگ زدن و وقت سیستم من و وقت خودشو گرفتم میتونه بره تو اون صفحات من بگه جواب سوالاشو بگیره، خیلی وقتا میتونه سوالشو خیلی مفصل و حتی اینتراکتیو با عکسایی که درباره اون مشکلی که داره یا هر مسئله‌ای که داره با اونها در طریق کانتکت داستان در اختیار من بذاره و هم با اون در ارتباط باشم، یا اینکه با چت های آنلاین و سیستم های دیگری که الان باعث میشه که حالا قدم به قدم روش فکر میکنید از ابزارهای مختلفی دارین، آنلاین پرزنس شما در اصل به شما کمک میکنه در اینکه سیستم کاستومر سرویس خودتون رو بالا ببرید و از نقاط بسیار جذاب این قضیه این است که شما همیشه نیاز به این دارید که بدونید مشتریتون درباره شما چی فکر میکنه، چه نظراتی درباره شما داره، به این شکل شما میتونید بحثی داشته باشین تحت عنوان گرفتن فیدبک از مشتریاتون و تأثیر دادن در
عمل کرده خودتون، یعنی حرفایی که دارید میشنوید تأثیر میذاره مستقیما، از مشتری دارید میشنوید، تغییر میدید در مسیر سیستم تولیدتون، بسته‌بندیتون، روش اجراتون، همه چیزایی که دارید دربارش فیدبک میگیرید، بازخورد میگیرید، میاد اونها رو تغییر میدید و مسلما فروش خودتون رو بالا میبرید چون خواسته های مشتریتون رو انجام دادید. گرفتن این خواسته ها از مشتری در آنلاین پرزنس به شدت ساده تر از هر جای دیگریه. یعنی اگه شما بتونید از این ابزار حضور آنلاینتون دوباره یک کجزای دیگه که بهش فکر میکنید این است که شما استفاده میکنید برای این داستان. یه اصل مهم رو در نظر میگیرید این که تغییر و آپدیت در حضور آنلاینتون. بعضی هستن که وبسایتشون رو 20 سال پیش درست کردن هنوز هم همون سر جایشه، بعضی ها 10 سال پیش درست کردن هنوز همونن، 5 سال پیش درست کردن هنوز همونن. اگر اینطوریه حتما یه جایی کار میلنگه، حتما داره شما بازخوردهایی که باید شاید ازش نمیگیرین. گفتم به شما یه بار توی جلسه من کجا بودم نمیدونم، نشسته بودم داشتن یه چند نفر دیگه روی میز دیگه صحبت میکردن و خیلی بحثی رو با هم میکردن در زمینه که آره جلسات گذشته چی گذشته و فلان اینا. گواره خیلی خوشحالم که به هر حال ما یه باجت اولیه‌ای که برای این تغییر مجموعه وبسایتمون رو برای وبسایتمون گذاشته بودیم بیشتر شد، یه خورده هزینه بیشتری شد براش اینها، ولی همه خوشحالن از اینکه خورده بیشتر شد. من گفتم خب مثلا چقدر مگه اینا حالا چیکار کردن؟ نگو که باجت اولیه‌ای که اینا فکر کردن 1,000,000 دلار بوده و الان 3,000,000 دلار خرج اون حضور آنلاینشون که در از مغازه دیگه دو نبش و اینها نیست دیگه، حضور آنلاین در از یه مغازه بینه همه نبشه، همه جاش نبشه. 3,000,000 دلار خرجش کردن، خیلی هم هپی بودن، با اینکه نگران بودن که به هر حال دارن هزینه میکنن، ولی بسیار از این کارشون خوشحال بودن چون دیده بودن که چقدر جا موندن از رقباشون و اتفاقاتی داره تو مارکت میفته به خاطر اینکه حضور آنلاین خودشون رو از همجوری ثابت مونده بود، به خاطر اینکه فکر میکردن شرکت‌های مطرحی هم برندن، جا افتادن تو کار خودشون، مطرح مشکل ندارن. ولی این تغییر و تغییر تحولاتی که با ابزارهایی که داره اتفاق میفته هی شما رو یوزر فرندلی تر نگه میداره. ببین اینکه امروز شما یوزر فرندلی هستی معنیش این نیست که همه عمر شما یوزر فرندلی هستی، اصلا معنیش این نیست. یوزر داره در طول زمان به یک سری چیزهای جدید و ابزارهای جدیدی که رو اینترنت میبینه عادت میکنه و حالا با دستگاه‌های جدیدم که میاد مسلما تاثیر خودش رو داره. دستگاه جدید فقط سایزش مهم نیست، امکانات اون دستگاه هم مهمه. همین الان که مثلا فرض کنید یه گوشی تلفن همراه شما در دست میگیری و اون نرم افزارهایی که حالا وبسایت که داری استفاده میکنید در یه جایی از شما مدرک میخواد، شما مدرکشو خیلی ساده میزنی، دکمه رو که میزنی وصل میشه به کامرای گوشی موبایلت و میتونه همونجا اکتیوش کنه و شما مدرکی میخواید براش عکس بگیرید بفرستید. همین یه قابلیت به این سادگی که الان ما داریم میگیم یه قابلیت بسیار حیولای به درد بخور و کار راه انداز و به شدت خوبه در بخش کاستومر سرویس و یه عالم بخش دیگه که قابل استفاده است که اگر کسی وبسایتش مال 2-3 سال پیش باشه به عقب مسلما اینو نداره. وقتی که اینو نداره یعنی عقبه. پس شما یه قانون رو همیشه نیاز داری برای حضور آنلاینت که حضور آنلاینت باید همش مودیفای بشه، آپدیت بشه با تکنولوژی ها و ابزارهای جدید. این رو در حضور آنلاین به عنوان قانون اصلی رعایت میکنید. در کنار این مودیفای شدن ابزاری و امکاناتی و همراه بودن با تکنولوژی ها یه چیز خیلی واجب رو هی دارن بیشتر اهمیت پیدا میکنه. باز سالها قبل اهمیتش به این شکل نبود، یه جور دیگه بود و ما الان داره خیلی بیشتر به چشم میاد، اونم واضح بودن و کلیر بودن همه چیز در صفحات شماست. حرف خودش رو راحت زدن، پیچیده حرف نزنه، نیازیست حتما 88 ملغ بزنه حرف که میزنه. خیلی خوشگل کاریاتون فکر نکنید، آنچنان کاربردیه که اگر بکشید خودتون رو نمیدونم 1,000 مدل دیزاین بذارید، بیشتر خیلی
وقتی میان به سادگی حرفی رو میگن و خدمتتون عرض شود که اون به چشم خریدار، به چشم مصرف کننده شما، به چشم تارگت مارکت شما میاد، اون تمیز بودن قضیه رو میبینه، اونجا خیلی تمیز و شارپه، همه چیز قیافه خیلی تمیز و مشخصه همه چی، این خیلی کاربردی تر از این است که شما بیاین صدها مدل ملق اون تو بزنید و فکر کنید که مثلا این ملق ها به درد میخوره. فانکشنالیتی بحث دیگه است، عمل کرد 200 تا عمل کرد داشته باشه خیلی خوبه، اما در دیزاین همش رفته الان به این سمت واضح بودن، قشنگ واضح، نه قشنگ پر ماجرا، نه قشنگ پر از چیز نیست توش باشه، شلوغ بودن، معلوم نباشه چی به چیه، مثلا گم شدن تو صفحات، اینا همه به شدت دوری میکنیم ازش. حتی بعضی از بیزنس ها هستن که تیپ بعضی از بیزنس ها هست که چون بیشتر از آنلاین پرزنسشون دارن استفاده میکنن برای معرفی جای فیزیکی خودشون، بنابراین بیشتر مانور میدن روی مثلا تمام کانتکت هاشون، اینا همه در صفحات هست، خیلی ساده قابل پیدا کردن. ببین شما هدفی که اونجا که داشتیم تعریف میکردیم، هدف از حضور آنلاینتون وقتی مشخص بشه چیه، یه عالم از این حرفایی هم که میزنیم توش تاثیر داره. اگر شما آنلاین بیزینس نیستین و آنلاین بیزینس نمی کنید و حضور آنلاینتون برای این است که فقط با مشتریاتون در ارتباط باشین و معرفی خودتونه، معرفی مغازه‌ای دارین، شرکتی دارین یا هرچی دارین، یکی از مهمترین چیزایی که اونجا نیاز دارین است که تمام کانتکت اینفورمیشنات باید تون تون به راحتی در هر جایی که هستن به دست بیارن، از همون صفحه اولی که دارن شما رو میبینن، نه اینکه بگردن خب من الان شما رو میخوام پیدا کنم. هدف از حضور تو در آنلاین همین بوده که تو رو پیدا کنن، به قول مجتبی صالحانی به سادگی همه چیز قابل دسترس باشه، که این همون یوزر فرندلی معروف از دل این قضیه میاد بود. زمانی که یه زمانی رو میذارید برای تو این تغییر و تحولاتتون، وصلش میکنید به آنالایز هایی که میکنید در طول کارهایی که انجام میدید، چه در مارکتینگ پلنتون چه در بیزینس پلن، همیشه ما گفتیم آنالایز های متعددی داریم. یکی از این اتفاقات آنالایز ها و فیدبک ها این است که میاد افکت پیدا میکنه توی دیزاین و روش صفحاتتون. ممکنه شما در دیزایناتون زیاد جابجا نکنید و بیان یک سری از تایتل ها رو توش جابجا کنید، از یه جایی برش دارید بزنید جای دیگه، به خاطر اینکه اهمیت اون بخش رو میدید بیشتر، دنبال اون بخش بیشتر هستن، اون بخش رو میخوان، شما نیاز دارید به اینکه مشتریتون زودتر اون بخش رو ببینن، پس بنابراین اونا رو میارین جلو دستر میذارین یا تغییرات این تیپی میدین. کلا که چیزی رو قایم نکنید، دلگوشا زیاد نذارین، میام اینا همون چیزی که در دیزاین استفاده میشه، ولی به صورت این تغییرات رو بیشتر بر اساس اون فیدبک هایی که دارید میگیرید. ممکنه که شما یه تغییر تحولاتتون هم بخشی از تغییر تحولاتتون رو به این شکل تایتل کنید برای خودتون که بر اساس آنالیز ها و فیدبک هایی که جمع میشه ما بخشی از این دیزاین ها، استایل دیزاینمون و لی‌آوت صفحاتمون و حتی فانکشنالیتی، حتی اینکه مثلا وقتی رفتن تو کانتکت آس چجوری با ما ارتباط برقرار کنن، آیا فرم ساده رو پر بکنن یا اینکه در کنار این فرم رو جذابترش بکنید و زودتر و بهتر به نتایجی بخوام برسن رو اون رو در نظر بگیرید. برای یه همچین چیزی شما تو اون آنالایزایی که دارید میکنید، یکی از قدمایی که برمیدارید چیه؟ رفتن و دیدن دیگرانه، همون ریسرچ معروف، دیگران رو ببینید، ببینید که دارن دیگران چه کار میکنن و به چه شکل و شمایلی دارن کارشون جلو میبرن. با دیدن اونها میتونید آیدیا بگیرین، اپلای کنید به کار خودتون یا با آدم های متخصص که دارید صحبت میکنید اونها رو نشونشون بدید، اونها به شما آیدیا رو شکل بدن. ممکنه که آیدیا خودتون رو بگین و اونها آیدیا شما رو یه تغییراتی بدن، چون شما بیزینس خودتون رو میشناسین. حتما این نیست که یه دونه وب دیزاینر بتونه خواسته شما رو انجام بده تا زمانی که بر اساس تحقیقات خودش، تا زمانی که با شما صحبت کنه، چون شما هستید که دارید آیدیا میدین که آقا من بیزینس خودم میشناسم چیه، ولی نمیدونم چطوری از این ابزارها استفاده کنم، پس من این خواستمه. حالا تو که این ابزارها رو میشناسی بیا
روشی رو من بگو که من برسم بهش. اون روش رو قبل اینکه به اجرا بذارید و هزینه بکنید رو با چند نفر دیگه مشورت کنید، با آدم‌های مختلف نشونشون بدیم، بگویم چه فکر ما کردیم و می‌خوایم به این شکل عرضه کنیم، نظر اونا رو جمع می‌کنه و مجموعه این نظرها میاد میشه کاری که میخواین انجام بدید. یادتون نره که وبسایت پرزنس شما آنلاین قطعا بدون هیچ به قول معروف جای بحثی خیلی میتونه فروش شما رو، کار شما رو رشد بده. پس بنابراین این حضور آنلاین، روش های حضور آنلاین، چگونگی حضور آنلاین، شکل حضور آنلاین شما، همه جا در اون بیزینس پلن شما و در مارکتینگ پلن شما با شما حضور داره. یعنی فقط این نیست که بله آنلاین، نه، چگونگی حضور آنلاین، شکل حضور آنلاین شما، اینا همه تو اون تصمیم هایی که دارید میگیرید اینجا افکت پیدا میکنه. وقتی که دارین یه مارکتینگ پلن مینویسین، زمانی که گفتیم میخوایم یه موج ایجاد بکنیم، در اون موجی که داریم ایجاد میکنیم قطعاً وبسایتمون نقش مهم داره و شکل وبسایتمون تغییر میکنه. مسلماً اون حرفایی که داریم الان تبلیغ میکنیم و باید همون لحظه که میان تو وبسایت ما بتونن راحت‌تر پیداش کنن. یعنی این دستمون باز باشه، این فلکسیبیلیتی رو داشته باشیم که حالا قبل از اینکه، اگر همون صفحات روتینمون داریم، یه پاپ‌آپی داره اونجا باز میشه یا یه اسلاید جدید اونجا تو صفحه اومده که اون اسلاید همه رو میبره به سمت اون موج پلنی که الان داریم دورش حرف میزنیم و داریم دورش تبلیغ میکنیم.